بزرگانی محترم، محاسن سفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، من و شما در هفته ای که در شرف پذیرش ماه رحمت و ماه قرآن و ماه مغفرت و بخشش و یا ماه تصفیه و تزکیه قلوب و یا ماه سرنوشت ساز برای اصلاح معاشره قرار داره. آهسته آهسته در انتظار این پدیده نیک، این دستور و فرمان پروردگار به عنوان روزه و به عنوان صوم انتظار میکشیم. خدمت شما عرض شد که استقبال این ماه در شریعت اسلامی عبادت محسوب می شود. بنده اجر و پاداش بزرگ مستحق می گردد. انتظار یک چیزی نیک در شریعت اسلامی نیک و محمود پنداشته می شود و او انتظار، انتظار بخشش گناه ها، انتظار بازگشایی دروازه رحمت پروردگار، انتظار غفران و مغفرت، انتظار مسدود شدن دروازه های دوزخ، انتظار با زنجیر پیچاندن مردت و شیاطین، انتظار تزئین و تزخرف و زیبایی و آراسته و پیراسته ساختن جنت، انتظار احاطه نمودن جمع غفیری از ملائک، روزداران و نمازگزاران و خصوص مذاکره کنندگان در قبال این امر بزرگ و این امر عظیم الله ذوالجلال هستیم. الله من و شما را همچون یارانی پاک تنت محمد رسول الله انتظار واقعی، انتظار حقیقی این ما را نصیب بگردانه و الله این ماه با برکت سبب بخشش گذشتگان من، سبب معافی گناهان زنده ها و حاضرین، ذریعه رفاه و صلح و آشتی و اخوت و بهبود و فلاح و رستگاری تمام جغرافیایی زمین، خصوصا کشورهای اسلامی علی تخصیص کشور عزیز ما بگرداند. اوامر الله ذوالجلال بر بالای بنده، دستورات و فرمانش دو قسم هست. یک فرمانی هست که هر آن و هر لمحه و دقیقه و ثانیه توجه به آن امر ضروری هست. قسمت دوم مقطعی هست. ما در 24 ساعت 24 ساعت نماز نمیخوانیم، همیشه 5 وقت نماز میخوانیم. ما همیشه زکات نمیدهیم. با شرایط صاحبانی نصاب، با گذشت یک سال، با موجودیت شرایط مال خود تزکیه و پاک میسازن. ما همیشه روزه نمیگیریم. 11 ماه میخوریم هر وقتی که دلمان شد، بعد از صبح صادق، بعد از طلوع آفتاب، پیش از زوال، بعد از زوال، پیش از دیگر، بعد از دیگر، پیش از غروب، بعد از غروب، هر باری که دلمان شد
میخوریم مینوشیم، محدودیت بر بالای ما وضع نشده هست. اگر محدودیت هست در نوع خوردن نیست، در چیزی خوردنی هست که حلال بخور، حلال بنوش، از حرام اجتناب بکن و دوری بکن. اینچنین جهاد در وقت غلبه کفار و دشمن، اینچنین حج در طول عمر یک بار. من استطاع الیه سبیلا، کسی که توانی آن حج را دارد. اینچنین نظر و نیاز و وفا به نظرها و نیازها، این همه مقطعی هستند، از نوع دومی امر هستند. نوع اول عبارت از ارتباطی با الله، ارتباطی قلبی، ارتباطی درونی. در آخر آیه فرضیت روزه الله می فرماید لعلکم تتقون. به این انشاءالله برگشته تشریح می کنیم سبب و حکمت و علت روزه تقوا هست. تقوا در کجاست؟ پیامبر بزرگوار علیه السلام اشاره می کنه التقوا ها هنا و ها هنا و ها هنا، به طرف قلب پاکش، به طرف قلب مبارکش اشاره فرموده، مرکزیت تقوا را تشخیص می کند، تمیز می کند برای ما آن نکته ای که باید محور توجه ما باشه. از آنجا تقوا را آغاز بکنیم، در آنجا تقوا را جای به جای بکنیم، او سنگر مهم، او سنگر اساسی، او نقطه حاکمی که بر تمام بدن ما حاکمیت و حکومت میکنه، او قلب هست. او را باید پاک بسازیم. اگر او را پاک نساختیم، گندگی ها و ناپاکی ها را در آنجا جای دادیم، به مثابه این است که در سنگری تو مینه ها و در سنگری تو خزنده ها و گزنده ها و درنده ها قرار داره. خطری خیلی جدی، خطری هرچی عاجلی انفجار و از بین رفتنی تو هست. به این هدف پیامبر بزرگوار علیه السلام می فرماید این قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، قلب اولاد آدم در میان دو کلک بلا کیف پروردگار است. ایره چپ میگردانه، راست میگردانه الله منان ایره. و این چنین حدیث دیگری است پیامبر بزرگوار میفرماید ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. پروردگار طرف صورتها و مال شما نمیبینه، طرف قلب و عمل شما میبینه. ابتدا قلب ذکر میکنه، بعد از آن عمل ذکر میکنه. آن عملی به نزد الله پذیرفته میشود که از مرکزیت قلب صادر شود. ما در عالم اسباب فرمانها را میبینیم، دستورات را میبینیم چقدر تفاوت داره. فرمانی بادشاه‌ها و سلاطین، فرمانی وزرا، فرمانی سفرا، فرمانی وکلا، فرمانی مادونها و ماتحتها، آهسته آهسته با یک مدیر و با یک سرمعلم و با یک چبراستی و با یک فرد عادی شاروالی آمده، با یک کلان فامیل، نفری اول، نفری دو، نفری سه، تفاوت میکند. پس اینچنین فرمانهایی که در قلب ما هست ای تفاوت داره. فرمان قلبی امری نخست درجه وجوب و فرضیت داره. پیامبر ما چرا فرمود انما الاعمال بالنیات، دار و مدار اعمال، دار و مدار کرد و نکرد همه بر نیت تو هست. و حدیثی که جبرائیل امین از محمد رسول الله سوال میکنه ما الاسلام، مال ایمان، مال احسان، مت الساعه، ایمان چیست، اسلام چیست، احسان چیست، قیامت چی وقت می آید. در باب احسان مال احسان یا محمد، احسان چیست ای محمد رسول الله. شارحین می نویسن اراد منه الاخلاص، هدف از این احسان اخلاص هست.
هدف از این احسان اخلاص هست. ببینید عدالت بزرگترین درجه یا معیار بندگی هست. الله متعال بعد از عدالت میگه و احسنو، عدالت امر میکنه، بعد از عدالت احسان امر میکنه. یعنی درجه احسان بالاتر از درجه عدالت است، درجه تقوا بالاتر از درجه احسان است، درجه اخلاص بالاتر از درجه تقوا است. بعد از اخلاص در باب بندگی درجه دیگری وجود نداره، مرحله دیگری وجود نداره، مرتبه دیگری وجود نداره. روزه که آهسته آهسته این فریضه مقدس الهی بر بالای سر من و شما سایه افغان می شود، با یک دنیای رحمت، با یک دنیای محبت، با یک دنیای عاطفه، کفیل روزی تو، زامین روزی تو، کفیل تقوا و طهارت و پاکی درونی تو، کفیل تقوا و طهارتی بیرونی تو، کفیل تقوا و طهارتی اصلاح معاشره، ساختار معاشره ای که من و تو در آن معاشره خیلی با درد و سوز زندگی خود داره آهسته آهسته و پیش میبریم، خیلی نگرانی و مواظبت داریم. این مهمانی خواسته، این مهمانی خواسته شده، این مهمانی مترقبه که من و تو در انتظارش هستیم، بری میزبانی از این پروردگار از من و تو هیچ چیز نمیخواهد. نمیخواهد خانه تکانی بکو، نمیخواهد رنگ مالی بکو خانه را، نمیخواهد کوچه ها را جارو بزن، نمیخواهد که گل پاشان بکن مسیر راه ها را. ایج یکی از این الله از من و تو نمیخواه، یک چیز میخواهد، قلب تپاک بکن، قلب تپاک بکن که مای رحمت آمد. اگر قلب پاک نبود شاید خوردنیت خیلی عالی باشه، افطار و سحری تو خیلی بلند و برتر باشه، ولی این ما با همه دار و ندار خود بیایا تو تهی دست بانی، خالی بمانی، عاجز بمانی، ایما آمده مسیر خود پیموده بگذره. آغاز رمضان، روز عید رمضان، تو به عنوان یک مسلمان در این ماه چی کردی؟ دستاورد یک ماهی تو چی هست؟ در سوره بقره الله منان در باب اصلاح معاشره سه تا امر به من و شما دستور میدهد. بخوای معاشرت اصلاح شوه؟ بله یا الله. الله میفرمایه ولکم فی القصاص حیات، من و تو را با آدرس تنفیذ حدود الله بیمه میکنه. زندگی میخوای؟ امنیت میخوای؟ عزت میخوای؟ رفاه و رستگاری میخوای؟ اقتصاد خوب میخوای؟ بله، حد الله را نافذ بکن. مجرم عالم هست، مجرم غیر عالم هست، مجرم عوام هست، مجرم معلم هست، مجرم سپایی هست، مجرم تاجر هست، مجرم مرد هست، مجرم زن هست، جوان هست، پیر هست. حد الله را نافذ بکن. چرا؟ ای الله ولکم فی القصاص حیات. قاتل دانه سرطان است، در کلکت که رسید ایرا اپریشن عملیات نکردی به دست میرسه، به دست نکردی قفی دسته، به ساقی دستت میرسه، به بازویت میرسه، به جسمت سرایت میکنه، همه فامیل لحظه شماری میکنه بری تو که چی وقت همه تو میمره، با مریضی و بدون مریضی همه میمره، ولی علامه های مرگ در وجود یزی بیشتر به چشم میخوره که دکترها و اطبا هم بر یزی بیان کرده اند. این مهره های سرطانی را بخواهین که علاج بکنین، امنیت و اقتصاد، بهبود و رفاه، صلاح و رستگاری داشته باشید، ای را باید هر چی زودتر عملیات بکنین، از میان بردارین. عملیاتی از او، اپریشنی از او، تنفیذ حدودی الله ذل جلال. سوره بقره آیه 179 ولکم فی القصاص حیات. دوم الله منان میفرماید در باب حقوق العبد سوره بقره آیه 180
یا ایها الذین آمنو، ای کسانانی که ایمان آورده اید، بر شما لازم گردانده شده است وصیت در باب ادای حقوق. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المحسنین حقا على المتقین. بر بالای نیکوکاران این فرض هست، وصیت حق میراث خیانت نکو. وقتی که در این باب خیانت کردی، معاشرت از بین میبری. حق تلفی نکن، تقسیمات از نزد پروردگار شده هست، حق باید به حقدار برسانی. این دو، ورنه معاشره فاسد میشوه. کشتارها، قتل و قتال، ناامنی ها، بدبختی ها به این آدرس بروز ظهور میکند. نمبر سه، الله منان در باب اصلاح معاشره میفرماید، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانانی که ایمان آورده اید، فرض گردانده شده است بر شما روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانچه که فرض گردانده شده بود بر کسانانی که پیش از شما بودند. علت این فرضیت، نتیجه و ثمره این فرضیت چیست؟ الله می فرماید لعلکم تتقون، باشد که شما تقوا اختیار بکنید، متقی شوید. وقتی که متقی شدی، دنیای تو یا زندگی در بالای زمین بر جنت میشه. کدام تقوا؟ عرض کردم براتان، او تقوایی که تنها منحصر بر ظاهرگرایی نیست، از قلب. آدرسش محمد رسول الله به طرف قلب اشاره کرد که از آنجا منبع میگیره، از آنجا سرچشمه میگیره، از آنجا ظاهر میشود. چنین تقوا را در زندگیتان اختیار بکنید. روی از این علت است پیامبر ما صلی الله تعالی علیه و سلم میفرمایند روزه سپری هست در مقابل آتش دوزخ. حدیثی 48 91 89 81 بخاری، روزه سپر هست در مقابل آتش دوزخ. چرا؟ زیرا این نتیجه تقوا را به بار میاره. وقتی که تقوا در معاشره حاکم شد، تمام معاشره اصلاح میشوه. نه حق الله پامال میشوه، نه حق انسان ها پامال میشوه، نه حق نفس تو پامال میشوه. تو میدانی هیچگاه تو دست به اختطاف نمیزنی، هیچگاه تو دست به اختلاس نمیزنی، هیچگاه تو رشوت نمیخوری، سود نمیخوری، هیچگاه تو قتل ناحق نمی کنی، خون انسانیت نمی ریزانی، هرگز تو دروغ نمیگوی، تو نمازی صف اول قرار میگیری. اثرات و نتیجه ازی در کاروبارت، در زندگی اجتماعیت، در زندگی انفرادیت، در زندگی فامیلیت، در زندگی بیرون فامیل، چی یک ثمرات و نتیجه زیبایی را به بار میاره. دوری ما از این آموزه ها امروز سبب شده هست که به واسطه یا به منظوری به دست آوردنی چند پول ناچیز و حقیر جان انسان ها را میگیریم، به خونی از آنها وضو میکنیم، عزت و آبروی از آنها را پامال میکنیم. ما میخواهیم به هدف شوم خود همانا چند پولی بی ارزش ناچیزی که او آیا به درد تو میخوره، به نفع تو میخوره، از او استفاده میکنی، یا پیش از استفاده از او تو هم میمری و مردار میشی، بری از او چه کارهای ناهنجاری را ما انجام میدیم. العیاذ بالله، دسته از علمای درباری و سرکاری تحریفات در حکم پروردگار به این آدرس روا میدانند، تغییر میارند، تبدیل میارند با گمان باطلشان، ولی آنها بدانند که این نور پروردگار آنها هرگز خاموش کرده نمیتوانند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. حدیث دومی پیامبر بزرگوار علیه السلام میفرمایند کسی که ماه رمضان از روی ثواب و ایمانداری و نیت و اخلاص روزه بگیرد، الله ذوالجلال گناهانی گذشته از او را، تمامی آنها را
می آمرزه و بخشش میکنه. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری رحمه الله، حدیث 38 بخاری شریف. کسی که ماه رمضان با ایمانداری و بنیت ثواب روزه بگیره، تمام گناه های گذشتت معاف میشه. علما میگوین صغیره یا کبیره؟ همه گناه ها، هم صغیره هم کبیره. کبیره که به توبه معاف میشه. تو روزه بگیر، با شرایطش الله تو را توفیق توبه میده. این پیامی است که محمد رسول الله برای من تو فرموده اند. حدیث سوم، پیامبر بزرگوار علیه السلام میفرماید قسم به ذاتی که جان من در قبضه قدرت اوست، بوی دهن روزدار نزد الله از بوی مشک کرده با ارزش و قیمتی هست. رواه البخاری حدیث بخاری 49-80. حدیث اولی 49-80، حدیث دومی 38، حدیث سومی 49-81. بوی دهنی ولا خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. بوی دهن روزدار به نزد الله از بوی مشک کرده ای با ارزش است. وقتی میله خالی شد، بوی میبره یکی، دیگرها اذیت میشن، آزار میبینن، اما پیش الله ای بوی دهن چقدر ارزش اهمیت داره. للصائم فرحتان. در ادامه حدیث پیامبر بزرگوار میفرماید برای روزدار دو خوشی هست. للصائم فرحتان، برای روزدار دو خوشی میسر میشه. فرحت عند فطره، یک خوشی در وقت افطار. لحظه شماری میکنی، ثانیه شماری میکنی، زمانی که غروب میشه ملا اذان بده یا نده، تاریخ دقیق ساعت ببین از نقشه، زمانی که غروب شد و افطار بکن. انتظار اذان شرط نیست. مردم عامه با این مسائل کم پی میبره که جایی که اذان نشنوه تا غروبم شوه، تاخیرم شوه، در آن وقت افطار نمیکنه. هنوز میگه اذان ندادن، از ثواب محروم میشی. پیامبر ما چی فرمود؟ اینم حدیث بخاری هست، در مسلم آمده با فرق اندک. امت ما همیشه به خیر و سعادت و کامیابی است تا وقتی که زود افطار بکنه، سحری را تاخیر بکنه. زود افطار به معنای از این نیست پیش از غروب افطار بکنه، در اولی وقت افطار بکن. غروب آغاز میشه افطار بکن. اذان شنیدی یا نشنیدی دقیق ساعت تجور بکن. موبایل ها ساعت دارن، هیچ مشکلی نیست. خصوصا در این منطقه رادیو تلویزیون اعلان میکنه، همزمان با او تو افطار بکن. یک خیریت. خیریت دوم در چیز؟ سحری را تاخیر بکن. تا 3:30 میتوانی سحری تا بخوری، تاخیر که سحری را، ای با خیر و سعادت است برای تو تا آن وقت. تا 3:30 میتوانی سحری بخوری، آهسته آهسته وقت تغییر میخوره. چرا پیامبر ما میگه امتی ما همیشه به خیر است مادامی که این دو کار انجام بده؟ میگه با یهود مخالفت بکنین. یهودی ها هم 40 روز، 50 روز، 60 روز، 3 قسم روزه داشتن. 3 قسم روزه داشتن آنها، 40 روز، 50 روز، 60 روز. افطار تاخیر می کردن، دیر افطار می کردن و سحری را در اولی وقت می خوردن. سحری را تاخیر نمی کردن. روی این ملحوظ پیامبر ما می فرماید با اینها شما مخالفت بکنین، ای برای شما بهتر است، ای سعادت و رستگاری شماست. یعنی حرف ما ایش با غروب افطار بکنین. صدای اذان شنیدین یا نشنیدین، اذان برای نماز است. اذان اعلان برای غایبین است که به نماز حاضر شوند. و روزه ما مقید به قید غروب هست. الله منان میفرماید کلوا و اشربوا، بخورید بنوشید، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ثم اتم الصیام الى اللیل. تکمیل روزه از طلوع صبح صادق تا ختم روز و آغاز شب هست. همان او پیوست و گره خورده به غروب آفتاب.
ای را شما متوجه باشین. غروب که شد افطار بکنین. ای خیریت و سعادت این امت هست. هم به مخالفت با یهود و نصارا و هم به جا آوردن فرمان محمد رسول الله، هم از دید عقلی و نقلی فرصت کم میمانه، وقفه کم میمانه. یکی تو انتظار میکشی آخرین لحظاتی صبح صادقه، نماز میخوانی، تلاوت میکنی، ذکر و اذکار میکنی، رحمت الله بهانه میپاله که من و تو در درجات بلند جنت جایگاهی داشته باشیم. این همه چانس های پروردگار است. ای که ما بدچانسی میکنیم، گنجشگاه هنوز خو نکدن، اذان نشنیدیم، متصل با اذان اهلی تشیع افطار میکنیم، سحری را زود بخور چی معلوم که این نقشه راست میگه یا دروغ میگه. نه، کسایی که این نقشه را ترتیب میدهن، تنظیم میکنن، خیلی با ایمانداری، ایره متوجه باش. او نمیخواهد دین خدا بفروشه، نمیخواهد که آیین خدا معامله بکنه. در باب روزه ای تو 2 دقیقه و 24 ثانیه پیش افطار کردی روزت نشد، 2 دقیقه و 24 ثانیه بعد از صبح صادق افطار کردی روزید نشد، او روزه باید قضا بیاری. اینها میدانن ایره، با ایمانداری ایره ترتیب و تنظیم میدهن. به عنوان یک شبکه خیریه یا یک مؤسسه خیریه با دین و دینداری آنها ایره تضمین میکنن، ایره بیمه میکنن، در خدمت من و تو میگذارن. او آدرس دقیق یادداشت داشته باشین. ثواب دنیا و آخرت انشاءالله الله به اونها هم نصیب میگردانه، به من و شما هم. فلسفه و حکمت روزه چیست؟ از منظر قرآن کریم فلسفه و حکمت روزه تقوا هست. الله میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرض گردانده شده بر شما روزه چنانچه بر امتهای قبل روزه بود. این مرهم گذاری الله هست. تشنگی و گرسنگی خیلی مشکل است ایره متحمل شوی، ولی الله می فرماید تنهایی بر شما نیست. کما کتب علی الذین من قبلکم، بر کسانانی که پیش از شما بودن با آنها هم روزه فرض بود. ای الله، حکمت فرضیت روزه چیست؟ لعلکم تتقون، تا که شما تقوا اختیار بکنید. تقوا چی را میگن؟ حضرت عمر فاروق از سیدنا ابی بن کعب رضی الله عنه سوال میکنه، ای حافظ قرآن، ای مجود قرآن، ای عالم مفسر قرآن، بعد از عبدالله ابن عباس بزرگترین مفسر ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه، بری ما تقوا را تمثیل بکن. میگوید از یک جای خاردار، ای امیر المومنین، وقتی که عبور میکنی لباسایت جمع بکن که خار نخله جسمت و لباسایت داغدار و چیره و پاره نکنه. ای تقواست، چقدر ظرافت است در ای. این جای خاردار ای دنیا هست و این خارها شهوات و خواهشات نفسانی هست. خلیدن اینها در لباس و بدن من و شما اصابت چون بر ایمان و عقیده من و شماست که ایره داغدار میکنه. تمامی صحابه به این اتفاق دارن که تقوا چی را گفته میشود؟ در خلوت، در جلوت، در اجتماع، در تنهایی، در شب، در روز، در درد، در غم، در خوشی، در تندرستی، در جوانی و میان عمری و پیری، با الله بودن، الله را حاضر و ناظر دانستن، ای تقوا هست. گناه را مرتکب میشی کسی تو را نمیبینه، یقین کن که الله تو را میبینه. لعلکم تتقون. دوم، صحت و سلامتی. کسایی که مریض هستن و یا بیماری هایی دارن، شما ببینین در ماه رمضان صحت یاب میشوند. چرا؟ کنترل میشه میده، از خودسری و از بیلگامی یا لگام گسیختگی او کنترل میشه، تعام بر وقت خورده میشه، تقسیم اوقات تعامت منظم است. اصحاب پیامبر گفتن چرا مریض نمیشوین؟ گفت تا که گرسنه نشون تعام نمیخورن، پیش از اینکه شکم سیر بخورن دست برمیدارن از تعام. میده تو حق داره، تقسیم کو ایره، یک مقدارش برای نان، یک مقدار یزیره بری او تنفس، یک مقدار یزیره تو بمان. همه یزیره پر ساختی، شبت به غفلت میگذره، بیدار نمیشی. و در حدیث هم میآید که روزه بگیرید تندرست و سلامت میمانید.
نمبر سه یقین و توکل. یقینت به الله متعال بیشتر می شود. گرس نشدی، تش نشدی، توجه میکنی. چرا ما گرس نستم؟ امر اللهست. چرا ما تش نستم؟ فرمان اللهست. این شیوه و روش که تعقب کده؟ یا محمد رسول الله، انبیای قبلی، یاران یزنها. یقین و توکلت بیشتر می شود. نمبر چار، تقویت و اخلاصت اضافه میشه. اخلاصت بیشتر میشه. یقینا تو اخلاص من میشی با الله. روزی عید همه خوش است. خوشی است چی؟ عید برای چی؟ برای بجا آوردن امر الله. حاجی زمانی که مراسم بزرگ حج وقوف عرفات انجام میدهد، آمده در مزدلفه می نشینه، وقوف میکنه، آفتاب طلوع کرد، می آید شیطان سنگ میزنه. بعد از این فرمان شریعت ایست که شکرانه یک گوسفند و یک بز حلال بکن. برای چی؟ برای توفیق این عمل بزرگ. تو هم صدقه فطره به پاس شکرانگی نعمت الله که بجا آوردی ایره پیش میکنی. در عید دیگر هارم شریک بساز. نمبر پنج، صبر و بردباری. بعد از یقین توکل صبر و بردباری به حال تو می آید. رمضان که می گذره می بینین که طعامم که می خوری تا که چند روز سپری نشوه زیاد طعام نمی خوری. میده عادی شده هست، امعا عادت گرفته، تقسیم اوقات در ذهنت هست، زیاد پرخوری نمی کنی. به این هدف صبر و بردباری برات پیش می شود. نمبر شش، فکر قیامت. چرا پیامبر علیه السلام میگه، حدیث براتون خواندم، از صوم لی، روزه برای ما است، ما برای روزه دار بدل ایش میتم، زکات ذریعه ملائک الله پاداشته میتا، حج ذریعه ملائک، جهاد نماز، همه اعمالی نیک دستور میدهد در نامه اعمال بنده ما ای خوبی را نوشته بکنین. ولی روزه را پیش خود میگذاره، روزه را پیش خود میگذاره. چرا؟ این شرک خفی را علاجش میشه. ریاکاری نمیکنی. هیچ روزه دار نزدیک غروب سینه خود نمیکوبه. او مردم، من روزه دار هستم. لبا خشک میبینی، سر پایان میشه، خستگی در وجودش ظاهر میشه. الله منان میگوید ای جز رضای ما به هیچ هدفی این روزه نگرفته هست. نمبر هفت، آمرزش گناه ها. میده که خالی شد، وقت افطار است، فراموش نکنی گذشتگان و خودت و فامیلت، امت مسلمه را که در وقت افطار دعای روزدار به بارگاه الله رد نمیشه. حتی بالای ابرها به زیر عرش الله برداشته میشود. الله قسم میخوره که من دعایت قبول میکنم، روزه ای که با آداب و شرایطش باشه. نمبر هشت، کنترول شهوت. قوه بهیمیت کنترول میشه، نظر حفاظت میشه، شهوت کنترول میشه و فسق و فجور و فتنه ها. حتی میبینی که ما در پاکستان عادت و رواج ای بود که میامد در ماه رمضان یکم تا که در جیبش سگریت میمون، در داخل پای پوشش بوت و چبلیش او را میگذاشت، آنجا داخل مسجد ای را نمی آورد که ای گناه داره. اگر ای چیزی خوب باشه افتخارمندانه بیار. قوتگه که نسوار آنجا میماند داخلی بوتش، سگریت چه در آنجا میماند. اینجا بنده کنترل میکنه قوه شهوانی خدا، اینجا بنده بهیمیت خدا کنترل میکنه که با الله یک تعهد و معاهده ما بستیم. خود به خود معاشره تو اسلامی شه. فلسفه اجتماعی روزه احساس همدردی هست. بزرگترین فلسفش امی هست. یک خرمایی که با یک کس میتی در افطار شریک میشی، یک گلاس شیر، یک گلاس او برش میتی، بخل نکنین. کسی برد میته که به می خرمای ما افطار بکو، افطار بکو. یک کسا کسی خرما داد، گو برو تا بیگارم، من تشنه ماندم، با خرمای تو افطار بکنم، من با خرمای خودم افطار میکنم. او بخیل، الله منان، امو اجر و ثوابه، با او هم میته، با تو هم میته، ولی با خرمای ازو تو وقتی که افطار کردی یک تجارت بزرگ با الله انجام دادی. اگر الله برای تو 100% ثواب میداد مطابق کیفیت روزت، 100 به برادری مسلمان داد، 100 به ای داد. اصحاب محمد رسول الله خسته خرما را در دهنش میچوسید، میکشید به برادرش میداد که افطار بکن، او به ای میداد.
افطار میکردن به هدف یزی که ما در ثواب مشترکاً شریک شویم ان شاء الله العزیز. دوستای عزیز، ماه رمضان است، در شرف رسیدن با این پدیده نیک و استقبال یزی هستیم. دو چیز خدمتتان عرض میکنم. اول اینکه در این ماه کوشش بکنین پیش از اینکه میرسه کلن تخلیه بکنین، حسابا را تصفیه بکنین، بای پیش از اینکه نیت بکنی، خواه سهری نیت روزه را میکنین. اگر 15 بود یا 16 بود اعلان میشود دیگه. وقتی که نیت میکنیم پیش از نیت یزو خود کاملا اصلاح بسازیم، نه بغض، نه کینه، نه حسد، نه قرضدار از الله، نه قرضدار از خلق الله، نه زیر بار گناه، فقط یک بلیس، یک سری سوزن، یک توبه نصوح ضرورت است، یک آه کشیدن ضرورت است. الله تمام گناهایت معاف میکنه. یک دوم، در خیر با دیگرها شریک شوین. یک بولانی، یک خرما، یک گلاس شیر، یک گلاس شربت، یک گلاس آب یخ برای یک مسلمان برسانین که او روزدار است، با تو در ثواب روزه با تو شریک شوه. بخل نکنین. جمع این دو دعا بکنین که رب العالمین تمام کشورهای اسلامی را، خصوصا کشور عزیزی ما را، امن و امان و سلامتی نصیب بگردانه. رب العالمین من و شما را توفیق عمل نصیب بگردانه.